خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعبوهیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر دانشجویان عزیز در سهی برولیم دست سیال رو باشیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما دوستان هستیم از باب دوربین. انشاءالله که مباحثی رو که مشاهده میکنید مفید فایده واقع بشه و به خوبی انشاءالله درک بفرمایید. خب دوستان بحثمون چی بود؟ بحثی که منظر عزیزان داشتیم بحث در واقع نیروهای وارد بر صفحات چی ها مورب در سیال چی ساک. خب اگر خاطر عزیزان باشه گفتیم دوستان ما اگر یک صفحه رو داخل سیال ساکن داشته باشیم، این صفحه‌ای که در واقع داخل سیال ساکن ما قرار می‌گیره گفتیم صفحه افقی دوستان، صفحه چیه؟ مایل یا مورب هستش. از صفحات خمیده یا منحنی هم داریم که بحث بعدی بود. اگر خاطر عزیزان باشه گفتیم ما صفحاتمون در واقع یا صفحات تخت است یا صفحات منحنی است که با صفحات تخت یا افقی است یا مورب هستش. صفحه منحنی مشخصه. حالا بحث صفحات افقی رو خدمتتون عرض کردیم. متوجه که صفحات افقی در سیال ساکن در تمام نقاط فشارشون یکسان هستش. بحث خیلی ساده بود که گفتیم واقعا نیرویی که در واقع وارد میشه به صفحه برابر میشه فشار ضرب مساحت صفحه و محل اثرش هم بود کجاست؟ محل اثرش هم در واقع هست مرکز سطح صفحه. برای صفحه افقی که بحث نداشتیم و در واقع واضحه. بحث چی بود دوستان؟ بحث ما بحث صفحات مورب. در صفحات مورب دوستان بودن اگه صفحه مورب بشه میشون داخل سیال با فشار این نقطه با همچی هم متفاوت هم دیگه، چون اینجا فاصله هست مثلا از سطح آزاد آب باشه که فاصله اینجا چیه؟ باش دوه. بنابراین توضیح فشار یک توضیح فشار چیه؟ قاعدتا غیر یک نواختی میشود و شما یک توضیح فشار غیر نواخت وارد برای چه دارید؟ صفحه دارید. پس صفحه که داخل سیال قرار میگیره اگه صفحه مورب باشه در واقع یک همچین توضیح فشار رو در واقع چیه؟ خواهد باشه. این خدمت دوستان عرض شد که ما برای اینکه بخوام نیروی ناشی از این توزیع تنش فشار روی صفحه حساب بکنیم دو تا چی داریم؟ دو تا راه داریم. بودیم برای محاسبه نیروی وارد بر صفحات مورب در واقع دو تا راه کار بوده. یک استفاده از روش چی؟ منشور فشار. دو استفاده از روابط حاکم. یعنی ما میتونیم ازش منشور فشار استفاده کنیم، میتونیم از روابط چی استفاده کنیم؟ حاکم. روش منشور فشار چی بود؟ حکم مرزان عرض کردیم که شما وقتی یک صفحه دارید اگه این بود سوم این صفحه هم که عمود بر صفحه در نظر بگیرید و این توزیع فشار رو در واقع روی این تصور کنیم، یه چی داریم بچه‌ها؟ یک حجم فشار داریم، یک حجم توزیع فشار داریم رو صفحه که این حجم توزیع فشار رو اگه حساب بکنیم میشه چی؟ میشه همون نیروی وارد بر صفحه. پس اینطوری گفتیم، گفتیم نیروی وارد بر صفحه این ا برابر میشه با چی بچه‌ها؟ حجم توزیع چی؟ تنش فشاری. حجم این توزیع تنش رو اگه حساب بکنیم میشه مقدار چی؟ میشه مقدار نیرو. یعنی ما که آسان هستیم که مثلا ما سبودی سفر تصور بکنیم در واقع به بود سبون بهش بدیم، شما چی؟ همچنین توضیح تنش پایداشه سوزنده که چیه؟ در واقع عرضم به حضورتون که یک سوزنقه دارید که در عرض صفحه چی شده؟ توسعه پیدا کرده. این سوزنقه شما در عرض این صفحه کاملا بی هستش اگه مستقلی باشه چیه؟ توسعه. اگر حجم این شکل رو حساب بکنیم حجم این شکل میشه همون چی؟ نیروی F میشه همون نیروی که ناشه از این تنش های فشاری به صفحه چیه؟ وارد میشه. بعد نقطه که اونجا گفتم مثلا چی بود؟ جلسه گذاشته بود بچه ها نقطه روش منشور فشار برای چه صفحات خوبه؟ برای صفحات مستطیلی. چرا؟ چون بودیم بچه وقتی
فشار شما یک توزیع خیلی نافتاره الان صفحه مستطیلی باشه سالت. اگه صفحه مستطیلی باشه شما همین زوزنگه رو کافی چیکار کنی بهش بور بدی، همین زوزنگه رو بهش بور میدی میشه در یک صفحه مستطیل میشه همین شیمک کشن در من یه زوزنگه هست که در واقع بود پیدا کرده در بود بی تصدی پیدا کرده. خب این میشه یه منشور، میشه یه منشور، یعنی یک حجم منظمی که خیلی راحت شما چوری حساب میکنی. پس اگر بگم صفحه مستطیلی باشه، پس اگر صفحه مستطیلی باشه، اگه صفحه مستطیل باشه این نیروی F در واقع چی میشه بچه ها؟ این نیروی F در واقع میشه مساحت توزیع فشار ضرب در چی؟ عرض صفحه دیگه، به همین سادگی. یعنی شما اگه صفحه مستطیلی باشه خب میشه منشور، منشور حجم شوری حساب شد، حجم میشه مساحت این توزیع تنش که این زوزنقه هست، این زوزنقه اینو حساب میکنی، یک صفحه است دیگه، این توزیع فشار دیگه مساحت داره، حساب میکنی ضرب در چی رو میکنی؟ عرض صفحه میکنی دیگه. حجم منشور چی میشد؟ میشد مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. پس اگر صفحه مستطیلی باشن شما خیلی راحت کافی این چیکار کنی؟ کافی مساحت توزیع تنش رو حساب کنی، مساحت توزیع تنش رو زونه قصر قاعده کوچک رو قاعده بزرگ در ارتفاع تصمیم داره این چیکار کنی؟ در بود بر صفحه که بیه ضرب کنی میشه چی؟ نیوت. چرا؟ چون وقتی صفحه مستطیلی است، وقتی صفحه متزه شکل حجمی که ایجاد میشه یک حجم چیه؟ یک حجم منشوری، حجم منشور هم شد مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. درست شد؟ خب ولی خدمت شما عرض کردیم که اگر این صفحه غیر مستطیلی باشه بچا دیگه اصلا به این سادگی قابل تصور حجمش نیست، اصلا به این سادگی قابل تصور نیست. بذار شما فرض کنید الان این صفحه که دارید می‌بینید از دور خط می‌بینید، حالا من مستطیلی کشم، فرض کنید صفحه چه باشه؟ یه دایره باشه. اگر از دور بهش نگاه کنید و اگه یک دایره باشه همش توزیع تنش روش باشه گفتم مثلا چه بسیار پیچیده میشه. اگه مثلا این دایره سه بعد فرض کنید اینجا شما یک فشار کم داره، اینجا یک فشار زیاد داره، این همینطوری این چیزی میشه، اینجا به ترتیب چیه در واقع از این کم زیاد میشه میاد تا این روی دایره داره حرکت میکنه. شما بهش بعد بدی خیلی چیز پیچیده میشه دیگه، حالا سه بعدی خیلی نمیشه تصور، یه چیز پیچیده میشه هم شکل. یعنی شما در واقع شما بکنید اگر این خطی که داره این صفحه داره میبینی اگر از دور بهش نگاه کنید مستطیل باشه خیلی ساده است، میشه این مساحت توزیع فشارتون، حالا یه سوزن دست رو چی بچه مثلث دیگه آورد این مساحت رو کافی زد تا بی بکنی بود عرض صفحه مستطیلی بکنی میشه حجم. حجم میشه همون چی؟ نیرویی که از این سیار به این صفحه چی میشه؟ وارد میشه. ولی اگه صفحه غیر مستطیلی باشه دیگه این محاسبه حجم منشور فشار به این سادگی امکان پذیر نیست. این اولا این چی بودن شما؟ این نیروشه. ما گفتیم در این مسائلی که این بحث میکنیم دو تا چیز برای ما میگه، مقدار نیرو مهمه، که چی؟ محل اثر نیرو، محل اثر چی؟ باز نگاه کنید بچه‌ها محل اثر نیرو کجا میشه؟ گفتیم اینجا یه حجم دیگه میشه چی؟ میشه مرکز حجم چی؟ منشور فشار. یعنی شما مرکز حجم یه شکل حساب کنید دقیقا میشه محل اثر چی؟ نیرو. خب این نیروی F که حساب کردیم کجا وارد میشه؟ به مرکز حجم این شکل وارد میشود، به مرکز چی؟ حجم این شکل وارد میشه. خب باز نگاه کنید دوستان، اگر این صفحه شما مستطیلی باشه، اگه این خط که میبینی اگه به بعد عمود نگاه کنی یک مستطیل باشه مثل این شکلی من کشیدم، خب اگر مستطیل باشه بچا وقتی صفحه مستطیلی میشه مرکز حجم منشور چی میشه؟ مرکز حجم منشور شما در واقع منطبق میشه بر همین چی؟ منطبق میشه بر مرکز همین سطح این توزیع فشارت. یعنی شما کافی به این توزیع فشار که داری، این توزیع فشار داره دیگه زونه است دیگه، کافی مرکز سطح این زونه رو حساب کنی، اف دیگه کجا وارد میشه؟ به مرکز سطح چی؟ به مرکز سطح زونه وارد میشه. دوستان به مرکز سطح این زونه وارد میشه در این جهت، در این جهت میشه بحث کنیم، در این جهت کجا وارد میشه؟ به مرکز سطح زونه وارد میشه. خب در این جهت x کجا وارد میشه؟ اینکه واضحه است چون مستطیل به وسطش وارد میشه. یعنی ما کاری نداریم در این جهت، چون مستطیل میدونیم مرکز حجم وسطش در این جهت. ولی در این جهت مشکل داره که کجای این طوله؟ کجای این طول وارد میشه؟ میگیم ما کافی مرکز سطح این زوننده رو چیکار کنیم؟ به مرکز سطح زوننده وارد میشه. از لحاظ بعد این شکلیش، از لحاظ بعد این شکلیش اینجاست. از لحاظ بعد عمود بر صفحه کجا وارد میشه؟ بعدا چون مستطیل دوستان به وسطش وارد میشه. از لحاظ عرضی. ولی مهم مشکل ما چیه بچه‌ها؟ از لحاظ این چی ارتفاعیه؟ از لحاظ این طول در این طول کجا وارد میشه؟ بگیم به مرکز سطح این توزیع چی؟ فشار.
به مرکز سطح توزیع فشار نیروی اف چیه؟ وارد میشه. پس اگر دوستان ما صفحه مستطیلی باشه، اگر صفحه مستطیلی باشه، محل اثر میشه چی؟ میشه مرکز سطح توزیع چی؟ توزیع فشار. شما کافی مرکز سطح توزیع فشار حساب بکنید، به مرکز سطح اون توزیع فشار چیه وارد میشه. اگر صفحه چی باشه؟ مستطیلی باشه. اگر دوستان صفحه غیر مستطیلی باشه، اصلا دیگه محاسبه مرکز حجم به سادگی امکان پذیر نیست. شما بحث هم دارید گفتم چون توزیع فشار وقتی اینجا کم اینجا ماکسیمم به تدریج زیاد میشه، میگم یه حالت شکل عجیب غریبی میشه. اون شکل مرکز حجم که به سادگی قابل محاسبه نیست، یعنی شما نمیتونید به سادگی بحث بکنید، خیلی پیچیده است. بنابراین نتیجه چیه؟ اگر صفحه شما مستطیلی بود از روش منشور فشار بگید، به نظر من از همه از این روش بهتره، چون قابل درکه، چون شما قشنگ توضیح تنشو میکشید، اصلا میفهمید چه اتفاقی داره میفته، میفهمید این نیمی یعنی چی، کجا وارد میشه، اینا رو میفهمید. چون تو روش دوم که راه استفاده روابط کار کنید، شما شاید خیلی اونجا درکی از اتفاق نداره، چون سری روابط رو استفاده میکنید و از روابط استفاده میکنید، بنابراین خیلی وقتا بچه‌ها خیلی درک نمی‌کنن چه اتفاقی میفته. بنابراین در صفحات مستطیلی بهتر این روش رو بریم. گفتم دیگه مثلا صفحه مستطیلی بود اف چی میشه؟ کافی مساحت این توزیع فشار رو حساب کنید که گفتم یا زوزن قصر یا مثلث دیگه عبارتا ضرب در عرض صفحه مستطیلی بکنه، تمام میشه نیرو. محل اثرش چی میشه؟ کافی مرکز سطح همون توزیع تنش فشاری تو حساب کنید، مرکز سطحش حساب کنید، میریم با هم مرکز سطحش وارد میشه در این راستا. در راستای بعد حدودش هم مثلا لازم نداره، خیلی وقت اصلا مهم نیست، اون وسطش وارد میشه. به معنی صفحه مستطیلی استفاده از روش منشور فشار خیلی خوبه. اگر صفحه غیر مستطیلی بود، مثلا چهار اینا، مثلا غیر مستطیلی باشه، این روش جواب نمیده. باید بیا سراغ این روش روابط حاکم که واسه بیام ان با هم امروز این روابط استخراج کنیم، اثبات کنیم ببینیم آقا با استفاده چه روابط خیلی ساده تر میتونیم این محاسبات رو چیکار بکنیم انجام بدیم. من قبل از اینکه بچه‌ها بنا سراغ روش دوم و قبل از اینکه بریم ان شاء الله روابطش رو با هم اثبات بکنیم ان شاء الله با هم، یک دو تا مثال از قسمت منشور فشار حل بکنیم که بحث ان شاء الله برای دوستانمون جا بیفته. منشور فشار رو که حل کردیم دیگه میریم سراغ روابط باقی رو ان شاء الله با هم چیکار می‌کنیم استخراج می‌کنیم. خیلی مثال ساده است، من فقط خیلی سریع دو تا مثال با هم حل می‌کنیم از موقعی که بالاخره مثال حل شده باشه. هر چقدر تو تمارینتون این بحثا رو دارین، ولی خب از باب اینکه بالاخره در درس هم مطرح بشه. اون سوال اول گفته مقدار نیروی اف را به گونه ای محاسبه نمایید که دریچه مول او باز نگردد. عرض دریچه 2 متر می باشد و مستطیل است. چیه؟ دریچه مستطیلی به عرض چقدر؟ به عرض 2 متر. خب چی بچه ها؟ یک حالا فرض کن شما اینجا یه دریچه لولا شده، پشتش هم چی بچه ها؟ پشتش هم در واقع آب وجود داره. پشت این درجه چی وجود داره؟ چرا آب وجود داره؟ این درجه شماست. عرضم به حضورتون که این عمق آب هم چقدر بچه ها؟ وای برابر است با 5 متر عمق آب دارید شما اینجا. عرضم به حضورتون که گفته که نیروی اف رو بگونیم و گفته آقا من نیروی اف میخوام به این نقطه وارد کنیم، این مقدار نیروی اف رو طوری حساب بکنید که دریچه حول این باز نشه. این دریچه شما حول این اول لولا نکن، اف به این وارد شما لولا رو باز کنه. علی بچه آب به این نیروی وارد میکنه، پوشش آب رو آب میخواد به این وارد دریچه رو وا کنه. یه اف تو بگید مقدار اف چقدر باشه که این اف به این نقطه وارد بشه، این دریچه حول این لولا وا نشه. خب اگر ما مثلا حل بکنیم خیلی ساده است، خیلی خوب، من به این دریچه من یه صفحه است، این دریچه یک صفحه است داخل آب، نیروی وارد به درجه رو حساب کنم، محل اثرش رو حساب کنم، لنگرش رو بدین حساب کنم، با لنگر این اف برابر قرار بعد برند لنگر این نیرو با نیروی آب بالای او چند بشه؟ صفر بشه. تا دیگه وا نشه. بعد لنگر بالای نقطه او صفر بشه، دو وا نشه. پس در واقع من این دریچه بالا او وا نشه، بعد برند لنگر بالا نقطه او چند بشه؟ صفر بشه. خب من چه نیرویی دارم که اف رو دارم؟ یکی چی نیروی ناشی از آب. خب بچا آب چه نیرویی به این صفحه وارد می‌کنه؟ خب یه ازش منشور فشار. چرا روش مجموعه فشار استفاده می‌کنم؟ چون صفحه چیه بچه‌ها؟ مستطیلی است. خیلی ساده است.
با سری میگم به این دریچه من چه نیروی داره وارد میشه، چه توزیع فشار چجوری نیست. میگم اینجا که سطح آزاد آب فشار صفر، اینجا چیه؟ در کف فشار چنده؟ میگم آقا در کف فشار برابر با گاما هاش بوده. فشار چقدره؟ این هست در واقع گاما هاش، که هاشش چنده بچه‌ها؟ 5 دیگه میشه چقدر؟ میشه 5 تا گاما. اینجا فشار چنده؟ صفر، چون سطح آزاد آب. اینو با هم وصل می‌کنم فشار هیدروستاتیک دیگه، چون سطح ساکنه. شما یه همچین توزیع فشار رو دارید به این درجه وارد میشه. یعنی درجه شما داره یک توزیع فشار چی وارد میشه؟ داره یک توزیع فشار مثلثی وارد میشه. خب حالا نیروی ناشی از این توزیع تنش چقدر گفتی؟ نیروی ناشی از این توزیع تنش میشه حجمی که این منشور فشار رو این سفر میسازه. شما اگه سه بعدی تصور بکنید این سفر رو، در واقع شما یک همچین سفری دارید درست؟ یه همچین توزیع تنش داره وارد میشه سه بعدی درست؟ یه توزیع تنش مثلثی چی باشد؟ یه همچین حجمی رو دارید دیگه داره بشه وارد میشه دیگه. که این عرض چقدر گفتی درچه مستطیلی؟ 2 متر شده. این بعد عمال درچه چقدر بچه ها؟ 2 متر. یه توزیع تنش مستطیلی رو تو 2 متر تصور کنید. این سه بودش اینجا کشیدن رو. یه همین توزیع تنش دارید. خب این فشار در کف چقدر بود بچه بود؟ گاما هاش. هاش بود چنده؟ 5. این 5 تا گاما هست. حالا حجم این چی میشه؟ حجم نیروی یا نیروی ناشی از آب میگیم اف واتر میشه در واقع حجم همین منشور. خب حجم منشور چقدر بود؟ گفتیم چی میشه؟ کافی مساحت این مثلث رو حساب کنم، زده چی بکنم؟ دوری. اون بحث داشتیم. ولی صفحه مستطیلی دوستان کافی چی بکنم؟ کافی و مساحت این توزیع تنش حساب کنم، زده بعد اون صفحه کنم. پس چقدر میشه؟ مساحت این مثلث بچا چقدر این مثلث توزیع فشارمون؟ میشه ارتفاع زده قاعده هستم 2. میشه 5 تا گاما ضرب در 5. قاعده ضرب 5 تقسیم بر 2. این میشه چی؟ مساحت این مثلث. ضرب چی بکنم تا بشه 8؟ تا بعد هم بس چنده؟ 2. پس چقدر میشه بچه اف من؟ 2 با 2 ساده میشه چقدر میشه؟ 25 تا گاما. پس مقدار نیروی شما 25 تا گاما است. مقدار نیروی 25 تا گاما است. یه اول با دو من چون بچه بخواه خواهی این لنگر بدی لنگر چون بکن نیرو زد در فاصله بازوی لنگر رو نیاز دارم. خب سال بعدی این نیروی اف که حساب کردم 25 تا گاما کجا وارد میشه؟ کجا وارد جای بابایی؟ گفتیم چون صفحه مستطیلی که کجا این وارد میشه؟ به مرکز سطح این صفحه توزیعه فشار. خب دوستان در مثلث، در مثلث این مثلث که توزیع فشار من یک توزیع مثلثی توزیع فشارم به صفحه کار نداره باشه بابا. این نکته اینجا گفتم باشه بودم محل اثر کجاست؟ مرکز سطح توزیع فشار ها، نه مرکز سطح صفحه. صفحه تو الان چه چیزیست؟ مستطیلیه. مرکز سطح مستطیل کجاست؟ مسئلهشه. ولی ما مستطیل کاری نداریم. ما میگیم آقا اگر روش منشور فشار میدیم دوستان، در روش منشور فشار در واقع محل اثر نیرو مرکز سطح توزیع فشار. الان توزیع فشار تو چیه؟ مثلثه. خب مرکز سطح مثلث کجاست؟ یک سوم از قاعده. اینو بلدی دیگه. یک سوم از چی بچه ها؟ قاعده. این چقدر بچه ها؟ این 5 سوم. این چقدره؟ 10 سوم. یک سوم 5 میشه 5 سوم. اینم 2 سوم 5 میشه 10 سوم. پس محل اثر نیروی اف دوستان چیه؟ محل اثر نیروی چون توزیع تنش مثلثی در مثلث باشه مرکز سطح چیه؟ مرکز سطح یک سوم از قاعده است، 2 سوم از رأس. پس میشه اف واتر. پس اف واتر شما دوستان کجا وارد میشه؟ اینجا باشه. حالا بس کار نرم من یه خلاصش رو میسم. شما اگه این در واقع صفحه شما باشه که اینجا لو داده شده دریچه شما، یه نیروی اف داری اینجا که ما از شما سوال کردیم مقدارش چقدره؟ یه نیروی اف دبلیو داره که چقدره بچه‌ها؟ یه نیروی اف دبلیو داره که 25 تا گاما است. فاصله چقدر از اینجا؟ 10. این فاصله چقدره؟ 5. حالا لنگر که نیروی حول اون نقطه اوچن بشه؟ صفر بشه. پس نتیجه میگیم چی بچه ها؟ F ضرب در 5 بعد برابر باشد با چقدر؟ 25 به دوما ضرب در چند؟ 10. از اینجا F چی میشه بچه ها؟ F به دست میاد. F میشه چی؟ 50 گاما 3 همیشه دیگه. این خیلی راحت قابل درکه چون شما قشنگ شکل توضیح تنش رو میکشید. میبینی بابا این یه مثلثه، این یه حجمه، این خب محل اثرش مشخصه، یک سوم از قاعده چون بیشتر حجم پایینه دیگه. خیلی ساده میتونید برای روش منشور فشار بعد بچه صفحه مستطیلی باشه خیلی راحت میتونید روش منشور فشار قضیه رو چیکار کرد حل بشه. این یه مثال.
مثال دوم باز تو همین زمینه باز مثال یه مقدار جوندارتری بود یا همچین مخزن رو به شما دادن اینجا از اینجا تا اینجا 2 متر هستش از اینجا تا اینجا 3 متر هستش این 1 متر هستش اینم 4 متر هستش اینجا بچه ها این یه دریچه هست اینجا این خط اینجا کشیدی بچه یه دریچه هست یه دریچه هست که در واقع اینجا لولا شده و از شما خواسته که نیروی بچه ها مقدار نیروی افتوری حساب کنید که این دریچه حوله او باز نشه این همون سوال ولی اینجا دیگه ارزم بودتون اون قائم بودیم و برد خدا آقا نیروی افتوری حساب بکنید مقدارش که چیکار کنه ارزم بودتون که دریچه حوله او با نشه خب باز این همون مثال دوستان اگه میخوام دریچه حوله او با نشه باید چی باشه؟ باید زیگما ال حول نقطه اوش هم باشه 0 خیلی نیروی اف داریم زن در او و بچه نیروی چی داریم؟ نیروی آب دو پشتیم خب نیروی آب پشتیم میخوایم حساب کنم باز یه مقدار داریم محل اثر خب اول توضیح تنش بگیم بچه اینجا الان فشار چنده؟ آیا بابایی؟ میشه گاما هاش میشه دو تا فشار میشه گاما هاش این نقطه بچه چقدر فاصله داره ست آزاد ها؟ 2 متر پس میشه چقدر؟ میشه دو تا گاما دیگه فشار اینجا چنده بچه ها؟ باز این نقطه بچه تا سطح آزاد آب چقدر فاصله داره؟ فاصله چقدره؟ 5 پس این فشار میشه چقدر؟ گاما هاش باششتند 5 میشه 5 شده تمام درسته؟ پس این بوتو گاما هاست همیشه بچه فشار شروع میکشیم گفتیم عمود بر صفحه آره؟ حالا این خطی به اینچه کار میکنیم؟ بس میکنیم پس شما چی دارید بچه ها؟ شما یک همچین توضیح تنش رو چیه؟ داره به این صفحه چی کار میشه؟ وارد میشه پس شما در واقع یه همچنین توضیح تنشی باشه داره چیه؟ به این صفحه شما وارد میشه اینجاش 2 گاما هست چون فاصله این نقطه تا اینجا گاما هاش فشار شده نقدره این نقطه تا اینجا 5 میشه 5 گاما یه همچنین توضیح فشاری داره به این صفحه وارد میشه حالا میخوام ببینیم نیروی ناشی از این توزیع تنش چه مقداره خب بچه ها چون صفحه گفته صفحه چیه؟ صفحه مستطیلی گفته صفحه دریچه شما داده بچه ها چیه؟ این دریچه مستطیلی به عرض چقدره؟ 2 متر باز دریچه مستطیلی به عرض 2 متر باز چون بچه دریچه مستطیلی است از اونجایی که بچه دریچه مستطیلی است قاعدتا باید بچه منشور فشار میکنم بگیم این توزیع فشارشه خب بچه ها مقدار نیروی FW چقدر میشه؟ مقدار نیروی FW برابر میشود با حجم این منشور فشار این سبودی بچه تصور کنید دیگه من چون خیلی نباشه کنید به این یه بود بدین یه بود 2 متر بدین همین سوزانگار رو 2 متر بگیر بهش بود بدین یک منشور فشاری ساخته میشه با این فضا تو سو خب حجم چقدر میشه بچه ها؟ بودیم حجم میشه مساحت توزیع فشار مثلا صفحه نما مساحت توزیع فشار زد و بود همون بزن و مثلا زدنه چی میشه؟ میشه قاعده کوچک چنده؟ 2 گام هست بله قاعده بزرگ چنده؟ 5 گام زدن ارتفاع این چقدر بچه ارتفاعش؟ این تو چقدره؟ این چون 4 بچه این 3 تا قضیه فیثاغورس میشه چند؟ 5 دیگه قضیه 3, 4, 5 دیگه زدن چقدر؟ از قاعده کوچک بیا قاعده بزرگ زدن ارتفاع تقسیم بر؟ 2 5 7 8 35 2 5 آره؟ سه زد در 2 هم داره دیگه طول قاعده کوچک بیره قاعده رو زد در ارتفاع تقسیم بر 2 دیگه مثلا اون بعد دیگه اش ببخشید اینه که میشه مساحت این زوزنه رو داشت این مساحت زوزنه که ما اینه باز این مساحت زوزنه رو بقول آقای بابایی بعد در بعد هم برسه بچند کنیم در بی اون زرب کنیم دیگه که بی اون چنده 2 که 2 با 2 ساده میشه 7 5 تا چقدر میشه 35 گام ها این میشه نیرو تو پس بچه نیروی ناشی از این توزیع تنش 35 به گام هست کجا وارد میشه نیرو؟ حالا نام بچه برای لنگرگیری ما اجازه میشه داریم؟
احتیاج داریم به محل اثر. خب محل اثر کجاست گفتیم؟ چون صفحه مستطیلی نیست، محل اثر میشه همین مرکز سطح این زوزنگاه، نه مرکز سطح صفحتون که مستطیلی ها، این مرکز سطح توزیع فشارتون که زوزنگاه است. خب مرکز سطح این زوزنگاه رو باید چیکار کنم؟ حساب بکنم. چون رو ساعت چون این زوزنگاه داری؟ من چیز ساده شو بکشم دیگه اینطوری؟ اینجا دو گماست، اینجا پنج گماست، این هم چقدره؟ پنج. مرکز سطح این رو باید حساب کنیم، مهمی که این نیروی شما اول که میبینیم بچه از وسط چیه قاعدتا ایوردی علی جون بیشتر حجم و مساحت ایورد اینجا اینجا وارد میشه. خب دقیقا کجا وارد میشه؟ باید سی بتونیم مرکز سطح این زوزنگه را چکار کنیم؟ حساب بکنیم. خب بچه مرکز سطح این زوزنگه را چوری حساب کردیم؟ در از تو استاتیک میخوندیم مرکز سطح این سفر را چوری حساب کردیم؟ آی بابایی دو قسمتش کنه یک مستطیل. آره تبدیل میکردیم به چی بچه؟ تبدیل میکردیم به چی؟ تبدیل میکردیم به یک مثلث و یک چی؟ مستطیل. و اگه این دو گاما باشه این هم میشه دو گاما، این میشه چقدر؟ سه گاما دیگه، چون کلش چقدر بود؟ پنج گاما بود. خب بعد چه فرمولی استفاده میکردیم؟ فرض کن بچه من دنبال چی عملم؟ من دنبال این فاصله هم دیگه اسمی که بزنم بزنم چی؟ ایکس بار دیگه مرکز سطحش ایکس باشه. باشه x بار چی رو محاسبه میشد؟ x بار میکنیم برابر است با زیگما x بار i آی تقسیم بر سیگما i یادتونه؟ برای محاسبه x بار ای رو بچه از یه ساده میکردیم. ما الان فعلا x بار میخوام بریم، چون برای ما مهمه بچه در چه طولی اینجا وارد میشه، مهم نیست در چه عرضی وارد میشه، برای ما چون توی سفر داریم بحث میکنیم مهمی که در کجا این طول وارد میشه. با زیگما x بار i i تقسیم بر سیگما i. خب اول مثلا بگیم شکل شماره یک مستطیل، شکل شماره دو چی آقا؟ مثلث. خب در شکل مستطیلی بچه ها مرکز سطحش کجا هست؟ مرکز سطحش کجا هست؟ مستطیلش دیگه. پس فاصلت چقدر تا اینجا؟ نصف پنج چقدر؟ دو نیم. پس میشه دو نیم ضرب در مساحت مستطیل چنده بچه ها؟ میشه دو گاما ضرب در چند؟ این مال چی؟ مال شکل اول به علاوه دوستو؟ به علاوه شکل دوم مثلث است. خب بچه مرکز سطح مثلث کجا هست؟ ایکس بارش میدونیم یک سوم هست؟ خواهد است دیگه. از اینجا پس چقدره؟ این فاصله میشه چقدر؟ از اینجا تا اینجا بچه ها پنج سومه، از اینجا چقدره؟ دو تا پنج سومه میشه چقدر؟ ده سومه. من چون بچه دارم نسبت به این مبلغ، یعنی نسبت به این مبلغ، یعنی نسبت به این مبلغ دارم حساب کنم ایکس بارم. خب بس چرا میشه؟ میشه ده سوم که میشه مرکز سطح مثلث زدم مساحت مثلث. مثلا مثلث چی میشه؟ میشه قاعده سه گام زد ارتفاع تقسیم بر دو، میشه سه گام زد در پنج تقسیم بر دو. دوستو چی تو بچه این ایکس بار آی که میگیم بچه چی بود؟ ایکس بار آی یعنی مرکز سطح هر کدوم از شکلاتون زدم مساحت همون شکل. خب مستطیل مرکزش وسطشه نسبت به این محور دو نیم تا میشه، زدم مساحت خود مستطیل. مثلثی که اینجا داریم شکل شماره دو، مثلثی که اینجا داریم مرکز سطحش یک سوم از قاعده است، یک سوم پنج، پنج سوم دو سوم از اینجا میشه ده سوم. من چون نسبت به این مبدا دارم ایکس بار حساب میکنم میگم بدم ده سوم. مرکز سطح این شکل شماره دو زدم مساحت شکل شماره دو. خب تقسیم بر مجموع چی؟ مساحت ها، یعنی تقسیم بر دو گاما ضرب در پنج که مساحت مستطیله به علاوه سه گاما ضرب در پنج تقسیم بر دو که مساحت چیه؟ ضرب. و اگر این حساب بکنیم دوستان نمیدونم جواب که اینجا در آمده باشه درست باشه، در واقع دو ممیز چهارده عرضم به حضورتون که این در آمده. حتی اون ور اینجا دو ممیز هشتاد و شیش چرا در این بچه ها؟ دو ممیز هشتاد و شیش میاد درست. بینا چون حواس باید باشه دیگه مشخص حتی تو فرش ما قرض محاسب کنیم بچه ها در زوزنده بچه ها بیشتر مسائل اومدی و از وسط بعدی برتر باشه. نصف پنج دو نیم قاعدتا این بعد دو نیم برتر باشه. چه بعدی برتر مثلا؟ از دو نیم سی و شیست سنه مثلا که آوری برتر. پس محل اثر بچه چی؟ دو و هشتاد و شیشه از این بر. پس بنابراین بچه ها پس چی شو؟ پس من میتونم بگم به جای این توضیح تنش زوزنقه ای معادل این توضیح تنش زوزنقه ای چیه؟ یک نیرویست که مقدارش چقدره؟ 35 تا گاما است
و کجا داره وارد میشه بچه ها؟ فاصله چقدره؟ و فاصلهش از این نقطه او هست چقدر؟ 2.86. و من اگه بخوام اینا دیگه مرتب تو میشن آقا بچه چی شد پس صفحه ما؟ این صفحه ما حال نقطه او که داریم این نیروی F داریم اونجا وارد میکنیم که سوال از ما خواسته یه نیروی FW بچه چقدر شد؟ یه نیروی FW داریم که هست 35 تا گاما و فاصلهش چقدر دوستان؟ 2.86. حالا میخوام لنگر هول او چند باشه؟ صفر باشه. یعنی چی؟ اگه میخوام لنگر هول او صفر باشه قاعدتاً چیه؟ بایستی F ضرب در این فاصله چقدره؟ 5 مساوی 35 گاما باشه ضرب 2.86. در نتیجه F چی میشه؟ حسابش میشه 35 گاما ضرب در 2.86 تقسیم بر چقدر؟ 5. از اینجا چی میشه؟ از اینجا در واقع F شما حساب شما هر عددی که میشه بسو؟ بنابراین این مسئله خیلی راحت باشه با روش منشور فشار حل میشه چون صفحه چیه؟ مستطیلی است. حالا یه نقطه بازم توی سوال میخواستم اضافه کنم که به درتون بخوره که مشابهت با همون نقاطی که توی بحث استاتیک با هم داشتیم نمیدین یا باید بچه ها؟ ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ ما الان اومدیم این توضیح تنش رو یک شکل واحد زوزنقه ای دیدیم درست؟ و با این زوزنقه مسئلت میشه قاعده کوچک بده قاعده بزرگ زن در ارتفاع تقسیم براتون و محل اثرش هم از این فرموله استاتیکی که در واقع داشتیم رفتیم چیکار کردیم؟ حساب کردیم. این یه دیده که بچه ساده تره که اگر یادتون باشه ما توی استادی و حتی توی تحلیل سازم معمولا زمانه که بارهای مثلا زوزنقه این داشتیم از این استفاده کردیم نمی اومدیم اینو یک زوزنقه ببینیم و یک شکل واحد ببینیم و محاسبات انجام بدیم می اومدیم چی میدیدیم؟ یه مستطیل و یک مثلث میدیدیم نگاه ها جدا حساب میکردیم محل اصلش هم جدا جدا حساب میکردیم بعد میومدیم لنگر میگرفتیم لازم نبود که بیایم اینو یک شکل واحد ببینیم انسان برای حل این سوال میتونستیم اینجوری عمل کنیم میتونستیم بگیم این در واقع چی؟ دریچه من چی دارم بچه ها؟ یک توضیح مستطیلی دارم و یک توضیح چی دارم؟ مثلثی دارم دیگه انگار سوزنقه رو تبدیل میکنم به چی بچه ها؟ انگار سوزنقه من یک مستطیل است و یک چی؟ مستطیل انگار دو تا نیمه داره بشه میشه دیگه یا با هم سوزنقه دیگه که این چقدر بود؟ این دو ماست و این چقدر بود بچه ها؟ پنج میلیون دو چقدر؟ سه تا بود دو تا نیمه جدا دو حساب میکنم من لحظه شم؟ جدا دو حساب میکنم یعنی میگم آقا یه بار من نیروی مستطیل حساب کنم خب نیروی مستطیل چی میشد؟ میشد مساحت رو گفتیم توضیح تنه زد و عرض عمود بریم خب مثلا مستطیل شده بچه اینم چند بود؟ پنج یعنی میگم شما میگم اف دبلیو یک یعنی اف ناشد مستطیل میشه دو گاما زد چند؟ زد پنج که میشه مساحت چی؟ میشه مساحت این مستطیله زد بود اما مساحت چنده؟ دوه چقدر؟ تو پرشتر ده 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 تا بیست تا چقدر؟ بیست تا این نیروی ناشی از مستطیل خب بچه نیروی مستطیله کجا وارد میشه؟ خب میگیم من مستطیل مرکزتش کجاست؟ مستطیلش پس این نیروی ناشی از این مستطیله کجا وارد میشه؟ چقدر این بیست تا گاما؟ میگیم آقا این بیست تا گاما دقیقا کجا وارد میشه؟ وسط وارد میشه این نیروی ناشی از مستطیل خب نیروی ناشی از مثلث رو با جدا حساب می‌کنم میگم ما اف دبلیو 2 خب مثلث بچا نیروی چی میشه میشه مساحت قاعده ضرب در چی مساحت در واقع توزیع تنش من مساحت توزیع تنش من ضرب بودم وسط خب مثلا مثلث چی میشه ارتفاع 5 ضرب قاعده 3 گاما است تقسیم بر 2 این میشه مساحت مثلثه خب این مثلثه بود در مساحت داره که چنده 2 چه چقدر 15 گاما خب این اف دبلیو 2 بچا کجا وارد میشه خب میگیم ما اف دبلیو 2 در واقع کجا وارد میشه به مرکز سطح این مثلثه خب مرکز سطح مثلث بچا کجاست یک سمت خب پس میگیم ما این در واقع نیروی ناشی از این مثلث این اف دبلیو 2 که ما بود پس اف دبلیو 2 ما که در واقع بحث مثلث میشه 15 تا گاما و کجا وارد میشه دوستان مقصد مثلث چقدر گفتیم یک سوم از قاعده است یعنی این یک سوم پنج این دو سوم پنج پس این فاصله چقدر الان
این فاصله هست تو سوم چی؟ پنجگاه چقدر؟ هست انگار چه بچه ها؟ انگار این صفحه‌ای که بچه شما داشتید و چکار کردین؟ دو تا نیرو از طرف آب بشورد کردین؟ یه نیروی ناشی هست یه نیروی ناشی از در واقع این توزیع مستطیلی که وسط وارد میشه یه نیروی ناشی از چی؟ یه نیروی ناشی از مثلث که این F در بگیر دو که چقدر داره؟ چون مزدر دو ماست این کجا وارد میشه؟ ده سه بود یه نیروی F هم اینجا چی بچه ها؟ داریم که سال از ما بخواد حالا بگیم لنگر این سه تا نیرو باید بولین چند باشه؟ صفر باشه فیلاش در این روش دیگه لازم نیست که بیای در واقع بگید آقا ایکس بار زیگما ایکس بار آی آقای در بیایی مرکز سطح حساب بکنید دوستو بیایی این کارا رو نمی کنی. در این نگاه اول دوستو شما اینو یک شکل دیدید یک شکل دیدیم بنابراین کل مساحتشو به دست آوردیم کل حجمشو به دست آوردیم شد یه نیرو بینید 35 آقایی 20 بده 15 میشه هم 35 الان چون یک شکل باید دیدیم بخواستم یه نیرو وارد کنیم من مرکز سطح این شکل به دست میکنیم که کار ساده ای نبود ولی چون این نگاه مستطیل رو جدا میگیریم یه نیرو میگیریم مثلث رو یک نیرو میگیریم جدا محل اثر مثلث میگیریم یک سوم و مستطیل میدونیم وسطشه بعد خیلی راحت مثلا چیکار میکنیم حل میکنیم که احتیاج به محاسبه مرکز سطح زانبه نداریم مستطیل و مثلث خوب بلد میشه جدا جدا میگیرم نگاهش بازم اگر هر کلمه چون لنگر اول این سر بگه دقیقا جواب میشه همین که در واقع ارزم بودتون همین جوابی که اینجا رسیدیم اینجا همین جواب میشه فرقی نمیکنه حالا قاعدتا این ساده تر از ما دیگه نمیخواد بریم سراغ محاسبات مرکز سطح و این بحثا ولی خب قاعدتا اگر از این نگاه هم برم دوستان ما بلد هم تو استاتیک بحث کردیم و انشالله این مرکز سطح این هم دوستان هم کنیم در پس بینیم بچه ها میتونید در واقع شما اگر توزیع تنش شما ترکیبیست از چند شکل منظم که بلدید میتونید توزیع تنش جدا جدا نگاه رو جدا حساب کنیم محل اساس هم جدا بده چند تا نیرو ببینیم بچه که یک نیروی واحد ببینیم چند تا نیرو ببینیم باید مثلا چکار بکنیم؟ حلش بکنیم بسیار این هم بس از بحث نواقع روش منشور چی؟ فشار باز تأکید میدم دوستان روش منشور فشار دوستان برای صفحات مستطیلی خوبه چون قشنگ درد میکنی توزیز هم چون میکشی قشنگ میفهمی داره چه اتفاق میفته دیگه مقدارش خیلی ساعت حجم رو میخوای ساعت نمیشه مساحت توزیع فشار با تاکید نه چون مساحت صفحه نه مساحت توزیع فشارتون ضرب در بعد عمل بر صفحه و معنی اصلش هم میشه مرکز سطح توزیع فشار دون. نه مرکز سطح صفحه صفحه که مستطیل میشه و اصلا وسط نیست که شما از توزیع تنش مشخص که بیشتر میاد از نصفی برتر یه باید هم باید حساب کنید که انشالله برای دوستان ما کاری نه داشت خب این شد چی؟ روش منشور فشار حالا میخوایم بریم دوستان سراغ دیگه روابط حاکم چون بودم بچه روش منشور فشار فقط برای صفحات که مستطیلی خوب و ساده است اگر صفحه غیر مستطیلی باشه دیگه به این سادگی نمیشه در واقع محاسبه کرد با این هم حجم رو نمیتونیم به این سادگی حساب کنیم حالا فرض کن حجم تو نیستیم مرکز حجم رو نمیتونیم اصلا به این سادگی حساب کنیم بنابراین ما بریم سراغ از حضورتون که روابط که ما کمک بکنه که این مشکل ما رو چکار بکنه حل بکنه بریم حالا ببینیم که چجوری بایستی در واقع این بحث رو حساب بکنیم خاموش شده خب دوستان ببینید گفتیم روش منشور فشار فقط برای صفات مستطیلی در واقع ساده است استفاده اش اینا ولی برای صفات غیر مستطیلی ولی سراغ روابط کجا ما میخوام روابط با هم ان شاء الله اثبات بکنیم از کلی اینا چون من این شکل اینجا کشیدم بعد کلی یک صفحه این آبی صفحه شماست صفحه مورب شماست این صفحه مورب بچه من ادامه دادم جایی که سطح آب و قطع کنه سوزا نقطه او و این محوری که در راستای صفحه است بچه گرفتم محور چی ایگره اینا رو سنگی دقت کنید محور ایگره گرفتم محوری که در راستای چیه؟ در راستای امتداد صفحه است حالا چه همونی؟ به همین صفحه اگه از رو به رو نگاه بکنید این اینو ببینید این شکل یعنی اینکه اینجا کشیدم منظور این آنی شکل یعنی این صفحه شما از رو یه خط میبینید حالا اگه از این ور از اون رو نگاه کنیم این صفحه که میبینیم اصلا که مستطیل نیست یک صفحه گفتم هر شکلی دلخواه من کلی اثبات کنیم یعنی
این اگر شما در واقع از این دوباره به این صفحه نگاه کنید یه همچین شکلی رو میبینید که این محور چه گرفته واسه شما ایکسینمون محور صفحه رو مثلا کنید در واقع از سه بود نگاه کنید این صفحه شما در این صفحه چی وجود داره در این صفحه ایگرگ و ایکس قرار داره دیدید انگار ایکس بود در بر صفحتونه ایگرگ هم که همین بود در راستای همین خط صفحتونه این ایگرگ ایکس هم بود در صفحه حالا اگر این صفحه نگاه کنید یه همچین شکلی رو میبینید بنابراین اینکه دارم میکشم میشه یعنی شما این بچه نگاهی است که از روبرو به این صفحه نگاه بکنید همچه شکل میبینید در واقع این ایکس بود عمود برای صفحه شماست این ایکس این ایگرگ این ایکس ایگ که نگاه میکنید یه همچه شکلی رو میبینید خب حالا بخواهیم دوستان ما میخواهیم در حد کلی بریم چکار بکنیم نیروی ناشی از سیال رو به این صفحه چکار کنیم حساب بکنیم خب چون حتی کلی میخوام بریم میام شما باید فرم دیفرانسیلی میگیریم یا جزء دیفرانسیلی میگیریم این نیروی این جزء دیفرانسیلی حساب میکنیم بعد انتگرال کنیم میشه نیروی چی؟ کلی پس من اگر بیام یه جزء دیفرانسیلی بگیرم تو این شکل هم که اصلا این مستطیلی هم نیست این شما اگر بیام داشت چکا کنیم؟ این اگر شما بیاین اینجا دیگاه کنید بچه ها یک جزء رو دیگاه کنید یک جزء دیفرانسیلی در نظر بگیرید خب جزء دیفرانسیلی که بچه ها میگم قاعدتاً چیه؟ مقدار ضخامتش دیفرانسیلی دیگه دیه چیه؟ وایه دیگه این هم اینچون میبرم و این پیه رو خواهد بود خب اگر بچه به همین جزء از برو نگاه کنید چی میبینید بچه ها؟ توی صفحه بوده عمود هم بهش اضافه کنید یه همچون مستطیلی میبینید دیگه دوستان؟ اگه به این جزء دی وای از رو نگاه کنیم یک همچین در این صفحه روبرو یا همچین در واقع المان مستطیل رو چیه؟ خواهید دید دیگه دوستو؟ خیلی حالا باشه نیروی وارد بر این جزء المان رو میخوام حساب کنم من میخوام دی اف رو حساب کنم دوستو؟ نیروی وارد بر المان خب باشه میگم این المان به این المان چی وارد میشه تو؟ به این المانه که در واقع حالا طولش به اندازه دی وای هستش از سمت آب چی وارد میشه بچه ها؟ فشار میگه چی وارد میشه؟ فشار فشار داره وارد میشه دیگه ولی بچه ها انقدر این جز کوچیک و دیفرانسیلی که بچه ها دیگه توضیح فشار چیه قاعدتا؟ چی های بابایی؟ قطعا یک سانه دیگه چون انقدر این جز کوچیکه دیگه چی؟ اون اختلافاش دیگه مهم جز دیفرانسیلی خوبیش همه بچه ها جز دیفرانسیلی انقدر کوچیکه است که دیگه توش تغییرات مهم نیست داری فشار به این وارد میشه دوستان پس نیروی چی میشه بچه ها؟ چون توضیح فشار شما انقدر این جز کوچیکه که دیگه اگر مثلا جز بزرگ بود این نقطهش با این نقطهش خیلی فشارش فرق میکنه ولی جز کوچولو این نقطهش با این نقطهش فشارش فرقی نمیکنه فشار یک نواخته پس فشار چی میشه دیه میشه چی فشار زد چی مساحت یک بود مثلا توضیح فشار یک نواخت باشه نیرو چی میشد چون فشار زد در مساحت اینجا انقدر جز کوچیکه دیگه توضیح فشار ما یک سانه وقتی فشار یک نواخت باشه نیرو میشه فشار زد در مساحت مساحت چقدر بچه ها؟ این دیفرانسیل هست این جزء مساحت رو دیگه اسم میتونه مساحت چقدر؟ دی آ دیگه میشه پی زد در دی جی آ دیگه یعنی دی اف میشه فشار زد در این قطعه مساحت ما که مساحت این قطعه ما چقدر دی آ است دیگه اگه مساحت کلش آ باشه این دیگه دی آ است خب میشه پی زد در دی آ خب از اون طرف بچه ها اگه من میخوام حساب کنم طبق روابطی که تا الان برام گفتید فشار برابر چی میشد فشار شد گاما هاشتی که هاشتی بود بچه ها هاش فاصله عمود اون نقطه بود تا کجا فاصله عمود اون نقطه بود تا سطح آزاد آبی هاش اینه بگیم مگه علمان شما این نیست فاصله عمود این طور باش هاش بشه پیش قمز میشه گاما هاش پس میشه گاما هاش دیه چی؟ آنی پس دیه اف میشه چی بچه ها؟ میشه گاما هاش دیه آ دوستو؟ خیلی حالا این شد دی اف حالا بچه اگر بخوام خود اف را حساب کنم بچه کار کنم دو طرف چی بگیرم؟ انتگرال بگیرم دیگه حالا قرار زیمان انتگرال بگیرم بچه این هاشه ما مبدل گرفتیم او اسم این محور چی بود؟ وای دیگه اگر این هاش باشه بچه اسم از اینجا تا اینجا رو چی میذاریم قاعدا در محور وای دیگه رابطه وای و هاش چی الان؟ اگر این زاویه تتا باشه ای بابا سینوسه چون این محور گرفتم وای بچه ها این نقطه یه وای داره از مبدا دیگه رابطه وای با هاش چیه بچه ها؟ قاعدتا میتونم بگم که بچه چیه هاش؟ سینوسه و
برابر با وای کوسینوس جی و سینوس دیگه رو بودیم. وای سینوس جی تتا دیگه بسو هاش برابر جا وای سینوس تتا میشه بودم بجا هاش بودم وای سینوس تتا بس بودم چون میگم میتونم بگم آقا دی اف برابر با گاما وای سینوس تتا دیگه. حالا از دو طرف چکار کنم؟ انتگرال بگیرم. پس میام با انتگرال دی اف برابر با انتگرال گاما وای سینوس تتا دی ا. خب بچه انتگرال دی اف چی میشه؟ میشه اف دی اف. انتگرال دی اف چی میشه بچه ها؟ اف میشه چی بچه ها؟ گاما سینوس تتا رو بچه ها ثابته دیگه میارم بیرون میشه انتگرال وای دی چی؟ آلی قبول دارید؟ پس اف میشه گاما سینوس تتا انتگرال وای دی اف. خب حالا بچه انتگرال وای دی ا شما رو یاد چی میندازه؟ آی بابایی یاد دوستانی که دارن فیلم رو نگاه میکنن انتگرال وای دی ا شما رو یاد چی میندازه بچه ها؟ حجم استاد همون حجم نه 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 انتگرال وای دی ا تو استاتیک انتگرال وای دی ا چی بود؟ حتی الان اشاره کردم الان اینو سیگمایش بود دوستان ببینید الان شده خاطر اون هست که بچه ما زمانی که میخواستیم مثلا آیه ما با وای بار رو حساب کنیم فرمول وای بار چی بود؟ سیگمای خب نه خود سیگمای بود اصلش چی بود؟ انتگرال چی بود؟ بود انتگرال وای دی آ تقسیم بر چی آیاتونه؟ وای بار میشده دیگه. حالا اگر سیگمایی میخواستیم نه انتگرال تبیر سیگما جمعه سیگما وای بار آی تصمیم آی ولی فرمولیش بود انتگرال وای دی آی تصمیم آ نتیجه را چه انتگرال وای دی آی چی میشه؟ انتگرال وای دی آی میشه وای بار چی آقا؟ آ دیگه یعنی انتگرال وای دی آ بچه در واقع میشه وای بار یعنی مرکز سطح شما چی زدن؟ مساحت بنابراین میشه دقت فهمید؟ بنابراین من میتونم به جای وای دی آی چی بزنم؟ بذارم وای بار آه. نتیجه بچه اف چی میشه؟ اف برابر میشود با چی؟ گاما وای بار سینوس تتا در چی؟ آلی درست؟ نیروی اف میشه چی بچه ها؟ میشه گاما در وای بار سینوس تتا در چی؟ آه خب بچه ها وای بار چیه؟ بچه ها دفعه بچه ها میخوام این فرمول هست وای بار چیه های توی فرمول؟ من از وای بار چیه؟ مرکز سطح صفت رو دیگه چون گفتم انتگرال وای بار میشه انتگرال وای دی آر یا پس وای بار چی بود بچه ها؟ وای بار چیه؟ مرکز سطح چی بود؟ صفحه بود دیگه دوستان؟ یعنی چی میخوام بگیم؟ یعنی میخوام بگیم بچه ها کنید این صفحه شما این صفحه شما یه مرکز سطح داره فرض کنید مثلا مرکز سطحش کجاست؟ بچه ها اینجاست مرکز سطحش این مرکز سطحش میشه خب بچه این نقطه مرکز سطح اینجا کجا میفته توی این صفحه ما میشه اینجا دیگه این مرکز سطح شماست این مرکز سطح شما بچه چیه؟ فاصله تا نقطه او اسمش چی میشه؟ فاصله تا نقطه او اسمش چی؟ چه وای بار؟ چه وای بار دیگه سون؟ این چقدر بچه ها؟ وای بار وای بار چی بچه ها؟ فاصله مرکز سطح صفحه شماست تا اون نقطه او دیگه این چی بچه ها؟ مرکز سطح چی بابا؟ سطح این سطح شما مرکز سطح داره خب این مرکز سطح فاصله داره تا او کسی وای باره درست شد؟ حالا بچه ها وای بار سینوس تتا خودش چی میشه؟ وای بار سینوس تتا بگیم وای بار سینوس تتا چون تونم بزنم؟ بگیم وای سینوس تتا میشه چی؟ هاش دیگه پس وای بار سینوس تتا میشه چی بچه ها؟ میشه هاش بار دیگه درست شد؟ میشه هاش بار میشه اسمشو بزنیم درست شد؟ پس میتونم بگم چی برابر است با چقدر؟ گاما هاش بار چی؟ ای درست شد؟ گاما هاش بار ای پس بریم بچه‌ها داریم به یک چیز خیلی ساده می‌رسیم بچه‌ها درمانی کنم خواستم دارم خیلی به بحث سایه‌ها شد اثباتش برای دوستان در واقع خیلی ساده نبوده باشه ولی نتیجه که رسیدیم بچه‌ها خیلی جالبه خیلی جالبه خیلی ساده است
یه فرمول بسیار پرکاربرد دوستان بسیار ساده. ما اثبات کردیم که بچه نیرویی که از طرف سیال به صفحه وارد میشه میشه این یه گاما هاش بار. خب آره بابایی این گاما هاش بار اصلا یعنی چی؟ خب خیلی ساده شدن فشار دیگه احسن گاما هاش چی بچه ها؟ گاما هاش بوده چی؟ فشار. فشار کدوم نقطه است؟ گاما هاش بار روی کل صفحه دیگه گاما هاش بار فشار کدوم نقطه است؟ چون گاما هاش فشار یه نقطه بود دیگه فشار مرکزه کدوم بچه ها بگید گاما زده چی شده؟ هاش بار شده. هاش بار چیه؟ فاصله عمود بین مرکز سطح صفحه تا سطح آزاد. پس گاما هاش بار بچه در واقع چیه؟ فشار مرکز سطح صفحه است. این چیه بچه ها؟ فشار مرکز سطح صفحه. خیلی جالب شده خیلی ساده بچه ها نتیجه خیلی ساده دوستان نیرویی که از طرف سیال به یک صفحه وارد میشه این فرمول خیلی ساده چی میشه؟ میشه فشار در مرکز سطح صفحه ضرب در چی آقا؟ مساحت صفحه. به همین سادگی چقدر فرمول خوب و ساده یاد چقدر فرمول خوب و ساده یاد خیلی بر ساده میشه اینه بچه ما اثبات کردیم که اگر شما نیروی وارد از طرف سیال به هر صفحه رو اینجا دیگه صفحه مستطیلی نیست هر شکل دلخواه نیروی وارد به صفحه رو بخواه حساب بکنیم با هر شکل دلخواهی کافیه چی کار کنیم بچه ها؟ کافیه فشار تو مرکز سطح چی بچه ها؟ صفحه ها این صفحه شما هر شکل دوش بچه بیایی در مرکز سطح صفحه فشار رو چی کار بکنیم؟ حساب بکنیم فشار هم بله میشه میشه بزن گاماهاش بگیم فقط باید هاش کجا رو بذاریم اینجا؟ هاش مرکز سطح صفحه رو بذاریم فشار در مرکز سطح صفحه ضرب در مساحت صفحه میشه چی؟ چه نیرو خیلی بچه کار ساده شد رکنم چه فرمول بسیار فرمول پروپرامل داره ما دیگه لازم نیست بید آموزن حجمه حجم غیب حساب داریم اما کار نداره میگه آقا نیرو میخوای حساب بکنیم خیلی ساده سریع برو مرکز سطح صفحه رو پیدا کن صفحه تازه به میگم آقا مرکز سطح صفحه است تا به توزیع فشار کار نداره ما خود صفحه شما هاشه مرکز سطح رو کافی داشته باشه فشار تو مرکز سطح صفحه رو حساب کن که میشه اون گاما هاشش هاش این مرکز سطح ضرب در مساحت اون صفحه بکن میشه نیرویی که داره چی از طرف سیال به این صفحه وارد میشه خیلی ساده شما میتونید چیکار بکنید خیلی خیلی ساده میتونید محاسبات رو انجام بدید من مثال میگم مثلا مثلا چند سوال قبلی که حل کردیم مثلا شما توزیع فشار مثلثی دارید توزیع فشار تو مثلثی برای صفحتون چی بود بچه‌ها صفحه چی بود مستطیلی دیگه خب بچه صفحه مستطیلی مرکز سطحش کجاست؟ این صفحه شما مستطیلی بود دیگه تو مثال اول کردیم مرکز سطحش وسطشه این ارتفاع آمون نه مثلث چند بود؟ فهمت بود؟ مثلا وسطش میشه چی؟ دو و نیم دیگه صفحه مستطیلی دیگه وسطش میشه دو و نیم خب سریعا میگه آقا نیروی وارد این صفحه میشه فشار تو مرکز سطح صفحه زدم مسافت صفحه خب این فاصله از اینجا دو نیم واسه فشار اینجا چقدر پی اینجا میشه گاما هاش میشه دو نیم گاما میشه دو نیم گاما زدم مسائل صفحه خب مسائل صفحه چند این دو نیم گاما که میشه فشارش مسائل صفحه چی بود 5 زده بود هم مسائل چنده دو نیم میشه 10 تا دو نیم تو میشه چقدر 25 تا گاما دیگه نمیخواد بینو حجم رو اصلا نمیخواد توزیع فشار بکشی اصلا توزیع فشار این لازم نداره خب ما سریع میگیم ما نیروی سیال به این وارد کنه چیه میگم آتا با فرمول کلی که در مورد نیروی وارد به صفحه تو سیال میشه فشار وارد بر مرکز سطح صفحه به صفحه کار دادن اول شما توضیح تنش کنم به صفحه صفحه هم مستطیلی است مستطیل مرکزش وسطشه خب مرکز سطح وسطش رو دارم سریع میگم فشار اینجا چنده میگم خب این نقطه از بالا 2.5 تا فاصله داره چون گاما هاش میشه 2.5 گاما فشارش میشه پیش این پی رو زدم مساحت رو صفحه میکنم خب مساحت صفحه از ارتفاع زدن بودم بر اساس مستطیل دیگه این نکنه بچه ها این رابطه بسیار رابطه ساده و جالبی است که آقا نیروی وارد برای یک سفر از این سفر سر مرکز سطح سفر رو به دست بیاریم مرکز سطح سفر رو به دست بیاریم فشار تو مرکز سطح از اون گامه هاش حساب بکنیم زدم مساحت سفر رو داریم میشونه نیرو بدون اینکه بخوام توزیع تنش رسم کنیم بدون اینکه بخوام حجم منشور حساب بکنیم از این بحثا دیگه نداریم این خلاصه بچه‌ها چه اثباتی کردیم میشه این به
بسیار هم بحث جیاد شما، بسیار هم بحث بحث ساده و کاربردی است. حالا این که شما مقدار لی دوستای بابایی سوال نداری؟ یه جوری میگی نه ها؟ خیلی اصلا فرض کنم بچه اسمش رو فرض کنم نفهمید اصلا بچه مهم نیست بگید مهم کنم اصلا خوبه اسم تا بیاد بگید ولی بابا اصلا تا اینجا اصلا فرض کنید بشون این فرمول کجا هست میشه دیگه نیروی و برصفه چی میشه؟ کافی بریم مرکز سطح سطح فشار چی بکنیم؟ حساب کنیم فشار در مرکز سطح 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 چی بکنیم؟ مساس میشه نیرو ولی ما دوباره نیرو نبودیم چرا؟ اصلا اثباتش هم بچه ها فرض کنیم اصلا اثباتش رو خوب نفهمیدیم هر چند باشه اثبات ها تو درک خیلی به شما کمک میکنه ذهنتون رو قوی میکنه تو درک خیلی به شما کمک میکنه تو مسائل خاص از مسائل بس اصلا مسائل خاص است که اصلا باید فرمولای معمول قابل حل نیست اونجا کسایی میتونن حل کنن مثلا خاص که اثبات رو فهمیده باشه ولی اگه اینا رو بذاریم کنار که حالا ما چون بحثی که شما فهمیده باشید داد از سیان اگه یک صفحه داخل سیان قرار بدین کافی به مرکز سر فشارش حساب بکنی زن داره انگار میدونی باشه یعنی چی این بحث یعنی چی یعنی میگم بیا تو فشار تو مرکز سطح رو اگه حساب کنی انگار که کل صفحه شما با همه فشار یک نواخت پر شده چه بچا ممکنه ببینید نیرو میشه فشار در مساحت بس کردی از اول ما زمانی میتونیم بگیم نیرو هست فشار دادن مثلا که فشار چی باشه یک نواخت باشه دیگه اگه یک نواخت باشه انتگرال پی دی عادی پس این انگار چی یعنی میگه آقا شما من بچا اینجوری بگم میگم مثلا تو همین صفحه مثلا چی تو همین صفحه زدن مثلثی که داشتیم میگه آقا شما اینه دیگه شما توزیع فشار اینه واقعیش ولی میگه اگه تو فشار تو مرکز سطح صفحه حساب نکنی مرکز سطح صفحه مستطیل بود که تو وسط چی اینجاست مثلا میگه تو به جای این مثلث میگی مستطیل رو بذار دوستو فرض کن همه جا فشارش با همین مرکز سطحی که میگه آقا مساحت این مستطیله با مساحت این مثلثه باید چی باشه یکی باشه دوستو یعنی میاد یک فشار یک نواخت میگه اگه فشار تو مرکز سطح صفحه حساب کنی این فشار اگه یک نواخت تو کل صفحه بذاری مساحتش با مساحت اون فشار که یک نواخت چیه در واقع به جای مثلثه میگه مثلث مستطیل رو میذاری حالا مثلا بسیار ساده است یعنی بحث بسیار چی شو یعنی شما میخوای نیرو حساب بکنی برای محاسبه نیرو کافی فشار تو مرکز سطح صفحه حساب بکنی زدن مساحت چی بکنی صفحه بکنی حالا این از قسمت اول که باشه خیلی ساده است و خیلی هم شیرینه میمونه قسمت دوم که باشه محل اثر نیرو این خیلی مهمه باشه محل اثر این نیرو کجاست یعنی این نیروی که افی که حساب کردیم کجا وارد میشه دوستو؟ کجا وارد میشه باشه خواهشا اینجا دقت کنید چون خیلی وقت دوستان ما اینا رو هم قاطی میکنن و بعد واقعا مشکل ساز میشه یه خواهش که میکنم باشه دقت بکنید الان باشه این زردری که من اینجا زدم چیه؟ این مرکز سطح سطح است اولی این چیه بچه ها؟ مرکز سطح سطح است ولی بچه ها آیا نیرویی که داره به این سطح وارد میشه؟ به مرکز سطح سطح وارد میشه؟ آیا نیرویی که ما داریم حسابش میکنیم که مقدار این نیروی میشه؟ این آیا این نیروه به مرکز سطح سطح وارد میشه یا به جای دیگه وارد میشه؟ مرکز فشارش اصلا به مرکز سطح وارد؟ چی دوستان؟ نمیشه آقا من حالا این بودا شکل ساده تر باشم خواهشن دقیق بکنیم تو شکل ساده اصلا بحث کنه میشه بپیگیم تو بچه یعنی چی؟ یعنی چی؟ من میگم بچه ها نمو کنیم فرض اصلا صفحه من چی بود بچه این صفحه که شما داری؟ فرض کنیم صفحه که داری بچه چی بود؟ اگر از روبرو بهش نگاه کنیم فرض یک صفحه مستطیلی بود خب بچه اگه صفحه مستطیلی باشه اگه صفحه مستطیلی باشه بچه مرکز سطحش کجاست؟ شما مستطیل مرکز سطح چیه؟ وسط شدی؟ کجا ده بچه مستطیل؟ وسط شدی؟ خب بچه ها در واقع مرکز سطح مستطیل وسط شدی رسو این مرکز سطح مستطیل وسطش دوستو خب الان بچه ها توزیع فشار این چه شکلی الان توزیع فشار روی این بلد دیگه این شکلی قبول داری؟ توزیع فشار چه شکلی بچه ها؟ این شکلی است دیگه قبول داری؟ خب بچه ها طبق همون بحث منشور فشار که بلد بودیم الان این نیروی ناشی از این توزیعش کجا وارد میشه گفتیم؟ مرکز سطح به مرکز سطح این زوننده بچه مرکز سطح کجا واسه که وسطشه؟ وسطش این وسطی رو دار؟ این برتره یعنی این نیروی اف شما بچه ها این نیروی اف مرکز سطح ماره نمیشه به جایی
پایین‌تر از مرکز سرور میشه. ببین اگه اسم بذاریم مرکز سر، بچا اینو ما باش نشون میدم، مرکز سر تو اینو با سی نشون میدم، اینو مرکز فشار با پی نشون میدم. خب یعنی بچا مرکز فشار شما از مرکز سر یه مقدار چیه؟ پایین‌تره. چرا پایین‌تره؟ چون توزیع فشار شما بچا چیه؟ توزیع فشار شما هر چی تو آب میاد پایین‌تر چی میشه؟ فشار بیشتر میشه. چون هر چی میاد پایین‌تر فشار بیشتر میشه، دیگه مستطیلی نیست که وسط باشه. بیشتر در واقع فشار ما میاد سمت پایین، از وسط میاد چی؟ وارد از اف به چی وارد میشه؟ به مرکز فشار وارد میشه، نه به مرکز سد. مثلا ببینید نیروی ناشی از این آب به مرکز فشار وارد میشه. مرکز فشار از مرکز سد چیه؟ پایین‌تره. همیشه بچه پایین‌تره یعنی تو فشار مثبت. البته تو مسائلی که تو آب داریم تو فشار مثبت، چون بچه هر چی تو آب میایم پایین‌تر فشار بیشتر میشه. بنابراین بچه مرکز فشار از مرکز سد چیه؟ تو مرکز سر مثلا تو مستطیل گفتم وسط شد، ولی توزیع فشار میدونید که مستطیلی نیست، هرچی میدونید پایین فشار بیشتر میشه، بعد وسط باید برتر باشه، میاد پایین تر. درسته؟ این نمیدونم بچه ها شما در سیالات زمانی که در واقع در عمق سیال حرکت میکنید، چون فشار های بیشتر میشه، به من بچه مرکز فشار شما حتما از مرکز سطح شما چیه؟ پایین تر. حتما از مرکز فشار چیه؟ حتما مرکز فشار از مرکز سطح چیه؟ پایین تره. این نیروی F بچه ها به مرکز سر وارد میشه. یک اشتباه بچه ها بکنم بیدین چیه؟ ما هم بچه ها من رو سوال کردیم بچه نیرو از کجا حساب میشه؟ فشار در مرکز سطح حساب است. مقدارش از کجا حساب میشه بچه ها؟ از فشار در مرکز سطح حساب. ولی این نیرو بچه به مرکز سطح حساب وارد نمیشه. اشکال بچه ها چیه؟ نگه نیرو رو از مرکز سطح حساب بکنن، چون فرمش دیگه میگن آقا نیرو میشه فشار در مرکز سطح، در مساحت نیرو به کجا وارد میشه؟ به مرکز سطح. میگن نه بابا، مقدارش از اینجا حساب میشه، از فشار در مرکز سطح صفحه مقدارش حساب میشه، ولی بچه این نیروی اف مرکز سطح صفحه وارد نمیشه. به کجا وارد میشه؟ مرکز فشار، که مرکز فشار از مرکز سطح چی گفتیم؟ چون فشار های چی میشن؟ فشار ها بیشتر میشن تو سر که میاد، یه از بسط میاد میبرتر. پس بنابراین دوستان ببینید، درسته که نیرو از فشار در مرکز سطح سطح حساب میشه، ولی این نیرو به مرکز سطح سطح وارد نمیشه، پایین تر از مرکز سطح سطح است قاعدتا. این را تجربه کنیم. اگه مثلا شما مرکز سطح سطح من یه ضرب در گرفتن بچه ها، محل اثر نیروی F اگه بگیم نقطه C شماست، این نقطه P شما اینجاست قاعدتا پایین تر از C. یعنی این نیروی اف شما جلو کجا وارد میشه؟ این نیروی اف برآورده ناشی از تولید تنش داره به مرکز چی وارد میشه؟ به مرکز فشار شما وارد میشه، که از مرکز سطح چیه؟ پایین تر عبادت. حالا سوال اینه، من این مرکز فشار رو یا باور بگر این ایگرگ پی رو چجوری یا چه چکار کنم؟ این ایگرگ پی رو چجوری حساب کنم؟ سوال ایگرگ پی دیگه خب میخوام این رو بر مرکز فشار کجاست؟ خیلی خوب ایگرگ بار یا بچه میگن ایگرگ بار یا میگن ایگرگ سی یا فرق نمید، چون این اسمی نقطه بودن سی میگن ایگرگ سی یا ایگرگ بار. مرکز سطح سفره که ما بله توی استاتیک خوندیم و هیچ قبول، ولی ایگرگ پی این محلی که این نیروی اف داره اثر میکنه، این در واقع من اینو چجوری حساب کنم؟ سوال اینه ایگرگ پی چی میشه؟ خودمانی میگه ما گفتیم مرکز فشار بر مرکز سفر منطبق نیست، مرکز فشار گفتیم از مرکز سطح سفر پایین تر. حالا سوال اینه کجاست پس؟ این ایگرگ پی چقدر پایین تر از ایگرگ سیه؟ از ایگرگ بار این ایگرگ پی چقدر پایین تره؟ دوستان میخوایم مرکز فشار رو چکار بکنیم بچه ما هم؟ حساب بکنیم ببینیم چیلی باید کار بکنیم. خواهش که میکنم ببینیم بچه ما اثبات قسمت قبلی رو من باید آقا یاد نگرفتید یا نگرفتید، ولی اثبات این قسمت رو دوستان باید یاد بگیرید. چرا؟ چون بچه ها مسائلی اگه به شما بخونم باید توضیح بدم، مسائل خاصی بعضا تو این زمینه بهتون میدن که دیگه این فرموله که الان ما اثبات می‌کنیم به درتون نمی‌خوره. پس من رو اثبات می‌گم، خودت بعد دوباره اثبات کنید برای اون سوال. بنابراین بچه این روش که الان می‌خوام استفاده کنم تا این دیگه پی رو اثبات کنم، خواهشم اینه که دوستان ما چیکار کنن؟ دقت کنن ببینم ما برای اثبات این دیگه پی در واقع چه مسئله رو تعیین می‌کنیم که این اثبات بچه‌ها بعضی‌ها میگن مسائلی میتونن به شما بدن که دیگه این فرمولی که الان میخوام اثبات کنیم به دردتون نمیخوره، باید برید از همین اثبات خودتون دوباره فرمولش رو در بیارید. حالا سوال اینه پس ایگرگ پی که محل اثر نیروی اف هست کجاست؟ یا چی کار میکنیم؟ خیلی ساده میگم جا
این توی استاتیک همشون تحلیل هم شما چون الان کنید فیلم رو کنید تحلیل هم اتوان هم گذارنی نمیدونم حالا تحلیل دوستان دادتون بحث خط تأثیر اینا دست بار اینا که میخونید مثلا یک کن باشه مثلا ما بگفتیم بچه اگر مثلا ما چند تا بار داشته باشیم یا تو دست بار بعد بگونه مثلا برایند این نیروها کجا وارد میشه چی برایند این نیروها رو دست باردید گونه آقا برایند این نیروها میشه جمع این نیروها گونه برایند این نیروها میشه چی جمع این نیروها جمع این چهارتا نیروها میشه آه کجا وارد میشه چی رو حساب میکردی های بابیات تو چی برایند محل اصلش حساب میکردی این XR سوال بود XR رو چی حساب میکردی این آر برای این چهار تا نیروه بعد بوده کجا وارد میشه وقتی میخواستی ایکس آر رو حساب کنیم چجوری حساب میکردیم این بچه من کلی تو همه درستاتون بچه این بحث رو داریم چجوری حساب میکردیم میگفت ما ایکس آر جاییست در که بچه ایکس آر جاییست که برا که لنگر ناشی از این نیروی آر کنه این نقطه با لنگ با مجموع لنگر تک تک این نیروها چی باشه؟ برابر باشه یعنی بگو لگه این آر باشه اسم این باشه پی یک اسم این باشه چی مثلا پی دو اسم این باشه چی پی سه اسم این باشه پی چون بعد بگو چی بگو تو آر ضرب در ایکس آر این لنگر آر رو بلیم بگیریم بعد برابر بشه با جمع لنگر تک تک این نیرو برابر بشه با پی یک ضرب در چی ایکس یک پی دو ضرب در ایکس دو الاخر دیگه برابر با پی یک ایکس یک به علاوه پی دو ایکس دو به علاوه چی پی سه ایکس سه به علاوه پی چهار ایکس چهار از اینجا ایکس آر چی میشد از این باشه میکنیم باشه ایکس آر چه میشه بس؟ پس میکنیم ایکس آر برابر است با زیگما پی آر ایکس آر تقسیم بر چه بچه آر که آر چه میشه باشه خود زیگما پی بود دیگه چون آر چه میشه بچه چون جمع پی آر میشه پی یک بلا پی دو بلا پی سه بلا پی چه یعنی همون زیگما پی دیگه از اینجا به دست بگم مثلا بابایی؟ حالا نم دست بارا رو احتمالا خود بازم تو شاید تو خط تحصیل نبودن چون بحث خواست مثلا مثال یعنی بچه این نکته گفته بچه خیلی برای کار بوده شما اگه میخوان محل اثر یک نیروی برآیند پیدا کنه ولی نقطه یا لنگر این آر ولی این نقطه بعد لنگر تک تک این نیروها چی باشه برابر از این برابری اون ایکس آر چی میشه به دست میاد بعد ایکس آر از این میگن لنگر برآیند ولی نقطه با مجموع لنگر تک تک این نیروها ولی نقطه برابر بشه از اینجا ایکس آر چی میشه حساب میشه خب اون چیزی بود که توی بار استاتیک و تحلیل این بحثا داشتیم حالا عین همون رو بچه‌ها اینجوری میخوام پیداش بکنیم عین همون اینجوری بدیم میگم آقا من اگه بخوام ببینم این ایگرگ پی کجاست محل اثر کجاست چی میگم میگم لنگر ناشی از این نیروی اف حول نقطه او این نیروی اف بچه‌ها که به ایگرگ پی وارد میشه حول نقطه او یه لنگری ایجاد میکنه که باید با لنگر تک تک نیروهای روی چیز چی باشه با هم برابر بشه دیگه با مجموع لنگر تک تک این مستطیلایی که حالا تقسیم می‌کنم چی بشه برابر بشه دیگه از اینجا چی میشه دیگه پی به دست میاد دوست شما چی شده تو پس من میگم آقا چی مثل همین کاری که اینجا الان کردم میگم آقا اف ضرب در ای دیگه پی اف مثلا دیگه کلا دیگه این دیگه کل نشه توضیح تنش بعد برابر بشه بچه با چی بعد برابر بشه با چی با مجموع لنگر تک تک چی نیروهای جزئی الان یه جزء دیگه به این جزء تو بچه یه چی یه نیروی جزئی وارد میشه دیگه یه نیروی چی وارد میشه یه نیروی دی اف وارد میشه این دی اف قول او چی ایجاد میکنه یه لنگر ایجاد میکنه دیگه باز این مستطیل اینجا در نظر بگیرید این مستطیل جزء اینجا در نظر بگیرید باز این جزء هم بچه به چی وارد میشه یک دی اف وارد میشه دیگه باز این دی اف هم ضرب در فاصله اش تا اینجا تک تک این دی اف ها رو بچه لنگراش با هم جمع کنید و با لنگر اف ضرب در ای پی چی باشه برابر بشه خب جمع یعنی چی تو ریاضی من میخوام جمع لنگر تک تک این قسمت ها رو حساب بکنم جمع اینه همون انتگرال دیگه درستو بچه این مستطیل هایی که هم افتا میخوام با هم جمع کنیم میشه چی؟ میشه همون تعریف انتگرال دیگه درستو پس F ضرب در ایگری پی میشه انتگرال بچه وقتی میگم مجموع لنگر تک تک مجموع بچه وقتی خیلی کوچولو کوچولو تقسیم بکنیم مجموع اینه همون انتگرال دیگه انتگرال دیگه بچه جمع بسیار زیاد جمع بی نهایت خب پس F ضرب در ایگری میشه میشه چی؟ میشه مجموع لنگر تک تک این دیفا خب دی اف ها بچه لنگرشون حول او چقدر میشه میشه دی اف زده چقدر؟ مثلا این دی اف اینجا حول اینجا یه فاصله ای داره دیگه به نام ایگره دی اف زده چی؟ ایگره دیگه آبونه؟ پس میگم اف زده ایگره ایگره میشه انترال دی اف زده ایگره انترال بچه اینجا یه چی؟ گفتم باز این بحثه میگیم آقا برای انزم در ایکس آر میشه مجموع ببین سیگما دیگه مجموع لنگر تک تک قسمت مجموع بچه‌ها این انتگرال بگیرید وقتی اینجا خیلی جزئی کوچیک کوچیک بگیرید اون مجموع انتگراله
لنگر تخته چی؟ این لنگر تخته قسمت هست که یه قسمت باشد یه قسمت کوچیکی در نظر بگیر نیمی باید این قسمت کوچیکی چی اسمش؟ دی اف دیگه این دی اف بوده او یه لنگر ایجاد به لنگر چقدر هست؟ نیم بوده در فاصله این لنگرش و تک تک این لنگر رو با هم جمع بکنی بعد به لنگر که نیروی برایند اون نقطه او ایجاد بکنه چی باشه؟ برابر خب پس چی میگم؟ پس میگم آقا اف ضرب در ایگرگ پی برابر میشه به جای دی اف بس چی میتونم بزنم؟ این ایگرگ دی اف برابر چی بود؟ بودی میشه چی؟ گاما هاش دیگه گاما هاش دیه؟ آ دیگه این واسه قسمت قبل داشت دیگه که آقا این نیروی که داره به این جزء وارد میشه این نیروی دی اف چقدره؟ باشه از فشار دیگه دی اف میشه چی؟ پی دیه؟ آ پی هم میشه گاما هاش میشه گاما هاش دیه چی؟ آ پس چی میشه؟ میشه انتگرال گاما هاش دیه آ زد از چی؟ وای از آن بسید کنیم هاش رابطش بابای چیه؟ توی هم کار بزن انجام بدید پس نتیجه میگیریم بچه ها F زد در این نگی پی برابر میشه با انتگرال چی؟ گاما Y سینوس تتا در D A زد در چی؟ Y قبوله؟ پس چی میشه بچه ها؟ نتیجه میگیریم F زد در این نگی پی برابر میشه بچه چی؟ وای تا در فرمشون باید بتوان دو گاما سینوس تتا هم بیریم بیرون بچه ها میشه گاما سینوس تتا در انتگرال وای دو دیگه چی؟ آ قبول آقای بابایی و همین دوستان؟ درست شد تا اینجا؟ درسته؟ خیلی خوب حالا بریم بچه ها حالا باز میرسه به یه عبارت که برای ما آشنا هست دوستان انتگرال وای دو دی آ شما رو یاد چی میدازه باز؟ انتقال وای دو دی آ تعریف چی بود استاتی؟ بابایی و همه دوستانی که داریم ما رو نگاه بکنید انتگرال x2 مثلا دی آ انتگرال وای دو دی آ اینا چی بود؟ تعریف چی بود اصلا تو استاتیک؟ مومان استاتیک بود ها چی بود؟ انتگرال y2 دی آ یا x2 دی آ چی بود؟ مومانه؟ این ارسی بودی؟ اینقدر مومان میخوایی تو فولاد، تو مقاومت تو استاتیک ما هم فصل آخر نرس بدادیم این تعریف چی بچه ها؟ مومان این ارسیه انتگرال y2 دی آ یعنی مومان ارسی قوله ببره x آیا ایکس چی میشه؟ بچه این حالا ممانته ما آیا ایکس بچه ممانه نیستی قول محور ایکس میشه چی انتگرال وای دو دیگه چی؟ آدی سو شو؟ پس ببینیستان شما الان در واقع این چی بچه ها؟ این در واقع آیا ایکس ممانه نیستی قول محور ایکس بچه محور ایکس دقیق کنیم ایکس بول عمل برسه پس دیگه ممانه نیستی قول محور چی؟ ایکس پس بنابراین چی میشه بچه ها؟ بنابراین ما میگیم آقا F ضرب در ایگرگ پی برابرش با چی؟ گاما سینوس تتا در آی چی؟ ایکس قبوله؟ تا اینجا خب حالا بچه این مرحله میخوام برم بالاتر برسم اون رابطه نهایی رو نه اینکه بچه نگاه کنید آی بابایی آی ایکس الان ما این معانیسه قول محور ایکسه محور ایکس کجاست؟ این دیگه محور ایکس دیگه بود محور عمل بر صفحه است ولی محور ایکس که از نقطه چی گذاشته؟ او دیگه این آی ایکس بچه چرا؟ ایگرگ چی گذاشته؟ آقا ایگرگ فاصله این دی اف ها بود تا او پس وقتی میگن انتقال ایگرگ دو میشه آی ایکس یعنی آی چی؟ مناسب بود محور ایکس که از نقطه چی گذاشته؟ او گذاشته دیگه در اصل بچه ما اومدیم نیستی کجا رو بلدیم؟ همیشه ما اومدیم نیستی که بلدیم با هم مثلا میگیم بیت 12 هم بیت 36 هم اینا رو ما بلدیم اینا ما اومدیم نیستی گذرنده از کجاست؟ احسن مهارنسی گذارنده از مرکز سطحه در اکانه چون؟ یه باشه مهمان این رسیه که بلدیم حفظیم گفتم مثل بیس دوازده همون بیس سی و شیش همون بحث هم اونا آیه چی باشه؟ آیه ایکس بار یعنی مهمان این رسیه گذارنده از مرکز سطح سفر ما بلدیم که مثلا برای مستطیل میگیم به حسب بیس چقدر؟ دوازده در صورتی باشه این آیه ایکس هم چیه؟ مهمان این رسیه گذارنده از کجا هست؟ مهمان گذارنده از محوری است که از نقطه او میگذره حالا اگه بخوام اینو تطبیق کنیم با آی ایکس بار رابطه چی بود؟ شاید آ دی دو احسن مهندسی بچه یک نقطه اگه می‌خواستیم منتقل کنیم به یک نقطه دیگه چی بود؟ آقای موبایل فرمودن ما میتونیم بگیم آیه اگه تو خواستیم بچه ها گفتیم آی مهندسی و بوله یک محور مثل دوله یک نقطه مثلا آی ایکس بسو آی در واقع ایکس بار برابر میشه با آی ایکس به علاوه آ د
دو قبوله چه؟ شما مقایسه کنید محور ایکس داریم، میخوام منتقل کنیم به محور هول چی؟ میخوام منتقل کنیم به محور گذرنده از مرکز سر، اسم این ایکس بار دیگه. میخوام منتقل کنیم بچه ها محور ایکس رو، میخوام منتقل کنیم به محور ایکس بار چی بچه ها؟ مهندسی گذرنده از این محور میشه مهندسی گذرنده از این محور بلو چی؟ بلو آ د دو که د چه بود؟ فاصله بین این دوتا محور درسته؟ که دی فاصله بین این دوتا محوره. پس بگم بچه من الان به جای در واقع این توی گرم پاس کنیم بچه آی ایکس هم میشه آی ایکس بار بلو آ د دو آی ایکس میشه آی ایکس بار بلو آ د به برای مثال ببینید شما الان به جای آی ایکس چی میتونید بذاری؟ به جای آی ایکس میتونم چی بذارم؟ میتونم بذارم آی ایکس بار به علاوه آ د دو دیگه قبول دارید؟ پس به جای آی ایکس طبقه این رابطه محور گذرنده از محور ایکس میشه ما محور مهندسی قول محور گذرنده از مرکز سطح صفحه به علاوه آ د دو دیگه فاصله این دو تاست به علاوه آ د دو دوستان؟ چه الان بچه دی اینجا چی ها چه دی همون چی ها چه اینجا؟ دی همون وای بار دیگه دی همون چه این فاصله هاش این دی چی همون؟ وای بار دیگه همون فاصله مرکز سطح رو دیگه. پس در واقع من اگر بخوام بنویسم میخواد با باید بیام توی این سال که دیمونت خیلی فاتی نشه من بچه ها پس چی شد بچه ها؟ پس گفتم آقا F ضرب در ایگرگ پی برابر می شود با چی؟ گاما سینوسه بجای آی ایس چی گذاشتم بچه ها؟ گذاشتم آی ایس بار به علاوه آ دی گفتم بچه ها دی همون چیه؟ همون وای بارتون بگیم آ وای بار به تمام چقدر؟ دو دیه بسیم جگه می شدیم خیلی خوب حالا چه نمونی؟ این تا اینجا از اون طرف بچه خود نیروی F چی میشه؟ F نیروی برایان بود دیگه نیروی برایان رو بچه چوری حساب کردیم؟ گفتیم برابر چی میشه؟ تو قسمت قبلی اثبات کردیم دیگه نیروی وارد بر صفحه چقدر اون مقدارش؟ بود گاما وای بار سینوس تتا در چی؟ در آ دیگه قبول داریم؟ اینو اثبات کردیم قسمت قبلی اثبات کردیم نیروی F میشه گاما وای بار سینوس تتا در آ پس از اینجا بچه اگر بذاریم این اینم داریم خب از اینجا چیکار کنیم بس وای پی دنبال وای پی میدونید دنبال مرکز فشار بودیم خب بچه مرکز فشار چی میشه بس اگر مرکز فشار حساب بخوام کنم این عبارت رو بعد به این عبارت تقسیم کنم میشه چی میشه گاما سینوس تتا آی ایکس بار تقسیم بر گاما وای بار سینوس تتا ای به علاوه آ وای بار دو میشه چی گاما وای بار سینوس تتا چی؟ ایه قبوله؟ چی این دیگه؟ نتیجه از چی میشه؟ نتیجه ای که وای پی کسر دومی گاما سینوس تتا هم داره جان؟ مثلا توی کسر دومی یک گاما سینوس تتا هم داره ها این در این هم ضرر میشه دیگه اون میگی؟ آره بله میباشه مسکر بله هم قابل هم بسته خب بچه اگر ساده کنیم چی میشه بچه ها؟ اگر ساده بکنیم این چیه شما چه این گاما وای بار سینوس تتا آ با گاما وای بار سینوس تتا آ بخوره چی میمونه فقط وای بار دیگه پس ایگرگ پی میشه چقدر بچه‌ها وای بار میبینید اصلا خیلی ساده داریم مثلا وای بار به علاوه چی بچه‌ها به علاوه این عباره که گاما سینوس تتا با گاما سینوس تتا ثابت کنه به علاوه آی ایکس بار روی آ وای بار بریم بچه‌ها میشه رابطه نهایی که بچه ها توی منابع و کتاب ها میبینید که در واقع حالا با هم اثبات کردیم حالا یعنی چی بچه ها بودید؟ دقیق کنید اینا چه ما گفتیم چی؟ کنید اگر این سطح آزاد آب باشه این هم صفحه شما باشه دوست دارم کنید این صفحه شما بچه چی داره؟ یه مرکز چی داره؟ یه مرکز سطح داره که اسمش چیه؟ سیریه گفتیم این فاصله چیه؟ این فاصله اسمش چی بود بچه ها؟ فاصله تا مرکز سطحش چی بود؟ وای بار بود دیگه فاصله تا مرکز سطحش وای بار بود یا فاصله عمودش اسمش چی بودش دیم؟ هاش بار دیگه دو تنه دوستان
حالا باش نگاه کنید الان میگیم مرکز فشار کجاست؟ مثلا بگیم مرکز فشار دوباره مرکز فشار بودیم میگیم آها مرکز فشار که این نقطه پی ماست که ما دنبال ایگرگ پی بودیم میگیم باشه ایگرگ پی چی میشه؟ باید نگاه کنید میشه خود ایگرگ بار این از اینجا تا اینجا رو داره ببینید ایگرگ بار رو داره از اینجا تا اینجا به علاوه ببینید گفتم همیشه مرکز فشار مرکز فشار چیه؟ پایین تره چقدر پایین تره بچه ها؟ به این اندازه یعنی ببینید بچه ها مرکز فشار نسبت به مرکز اینو بریم از اینجا بریم یا ایگرگ ایگرگ پی میاد ایگرگ با یعنی مرکز فشار میاد مرکز سر اختلافشون چیه به اندازه آی ایکس بار روی آ وای باره یعنی بچه ها مرکز فشار شما از مرکز سر شما هست همون وای بار به علاوه این مقدار به این اندازه پایین تره به اندازه چقدر به اندازه آی ایکس بار روی آ وای بار چیه بچه ها مرکز فشار این نیروی که بچه ها اف وارد میشه اف از مرکز سطح صفحه به این اندازه چیه؟ مرکز فشار شما از مرکز سطح صفحه به این اندازه چیه؟ پایین تره و اندازه آی ایس بار روی آ زده چی؟ وای با چیه؟ میاد؟ پایین تر دوستان؟ اینجا دیگه نگاه کنید بچه ها شما برای محاسبه که نیروی اف به کجا وارد میشه نمیخواد بده حجم منشور حساب کنید که از کار سختیه اگه صفحه مستطیلی نباشه که نمیتونه حجم منشور حساب کنیم به جای حجم منشور چی حساب میکنیم؟ میگیم آقا مرکز سطح صفحه که داریم؟ هیچی از مرکز سطح صفحه چقدر بیان پایین تر؟ میگیم این قبل پایین تر اینو میتونی حساب کنیم چون دیگه شما ممانی نیستی بلدی نفر صفحه که به شما میدن بچه صفحات است که بلدی ممانی نیستی به شما یه مسلسی میدن مثلا آن مستطیل بدن که هم حجم منشور میرسن ولی مثلا یه مسلسی یه شکلی که بتونی مرکز سطحش رو بکنی بالاخره حساب بکنی یا دایره میدن مثلا دوستو مرکز سطح دایره مقایسه داره چی بود؟ پی آر 64 بود. آره دیگه فکر کنم پی آر 4 یا پی دی 64 یا پی آر 64. من تو شکلی میگم که ولدی خب. فقط خب بچه‌ها همین شکلی به شما دادن دایره باشه. اصلا نمیتونید از حجم فشار بگید. هیچ. ولی از این فرمولا چقدر ساده است؟ مقدار نیروی چقدره؟ یا مرکز سطح دایره دوری وسطشه. فشار تو مرکز دایره چقدره؟ گاما باشه. زدم مثلا دایره میگم چه نیروش؟ این از نیروش. مثلا نمیخواد حجم بسازه. معنی اثرش کجاست؟ اگه شما بچه هم خواست اونو حجم عجب وجب گفتم براتون کشیدم یک حجم عجب وجب اینجور دایره کار نداره میگم آقا مرکز سر دایره کجا میگم وسط اما وسط میگم آقا اینقدر بیا پایین تر از مرکز دایره چقدر بیا پایین تر؟ اینقدر بیا پایین تر مهندسی دایره که بلده دیگه فرمول مرد پی آر 464 یا پی دی 464 حالا تمثال هم مساحت دایره میکنیم زب در چی؟ مرکز سطح دایره وای برم مرکز سطح دایره است دیگه زب میگم بچه چی میشه؟ خیلی ساده شما میتونید مرکز فشارش هم حساب اصلا احتیاج به محاسبه مرکز حجم اون پیچیدگی‌های عجیب غریبش نداره فقط خارج که میکنم دوستان ببینید به این پارامترها دقت کنید واقعا ببینید فرمولی که من در آوردم اولا بچه‌ها در راستای محور ایگری رو ببینید دقت کنید محور ایگری چه محوری بود محوری که در راستای صفحه در امتداد صفحه است ببینید روی امتداد بحث می‌کنیم در اصل قائم بحث نکردم من نگفتم هاش این از هاش این چقدر پایین‌تره گفتم ایگرگ این از ایگرگ این چقدر پایین تره دوستو اینا رو یه مقداری از فرق داره تعداد ضربه رو دقت کنیم اینا رو ما استفاده می‌کنیم وای این نقطه وای از در ابتدا سبب وای این نقطه از وای این نقطه مرکز اصلا اینقدر پایین تره حالا اینو شما خاص تر می‌کنید با هاش کافی زدش کار بکنیم زد از سینوس تتا بکنید تبدیل به هاش بشه دوستو واسه حواس نمیشه نکته دوم آی ایکس بار بچا این چی مومان این اس قول محور ایکس گذرنده از مرکز سطح اون صفحه است یعنی صفحه که شما نگاه میکنی از مرکز سطحش حول مرکز سطحش این چه معانی رسی داره گفتم اصلا معانی رسی دارم گفتم ما تو تیگه برای بیس 12 برای مستطیل بلدیم بیس 36 هم برای عرضم به حضورتون که مثلث بلدیم و پی آر 464 فکر کنم برای دایره برای کشه بگه بلدیم بگه بدانیم آر به مساحت صفحتونه وای بار هم چون بچه ها وای بار باز چی بود؟ ایگرگ مرکز سطح باز ایگرگ مرکز سطح سبستا این صفحه شما نسبت به این نقطه اوتون یه ایگرگ بار داره یک فاصله داره اینقدر به چی؟ میدونم مثلا یه مقام بچه بس چه خردسوز بود حالا اثباتاش ولی اگر من خیلی اثبات رو بچه نگاه کنید این اثبات رو لازم خوب بلد بشین حالا بعدا میگم چرا یه سری سوال خیلی خاص هست که دیگه این فرمول به درد نمیخوره یعنی این فرمول آی ایکس بار اینا به درد نمیخوره بعد هم مثل همین کاری که من کردم اثبات هر اثبات بچا اگه یارو فکر کنه خیلی ساده است شما کافیه دی اف رو زدم در وای مساوی اف زدم در وای قرار بدید
اینو حالا اینا رو بعدا انشاء الله یک سال خاصی مطرح میشه میگم چه سوالی مجبورید بیاید در واقع اصلا اثباتی رو استفاده کنید راحت‌تر از اینکه از فرم بسته. خب خیلی ممنون از سر موسیقی عزیزانمون، بحثشون خیلی سنگین بود، هر من موضوع فهم کنم که باید باشه ایشان باید جلسه بعدی عمری باقی باشه مسئله سنگ میکنیم از نها بریم سراغ به مسئله که باید میتونیم بگم چند تا مسئله حل میکنم برای دوستان جا بیفته و بریم ایشان دوباره بحث بعدی. ایشان موفق باشید، ما هر دوی خیلی فراموش نکنید، التماس دعا، خدا حافظ شما.